آقای دکتر فاطمی، به نظر شما به عنوان یک کارشناس توافق 5 به علاوه 1 رو با جمهوری اسلامی ایران چگونه باید قضاوت کرد؟ به نظر من یک قدم مفیده و هر دو طرف از این سود میبرند، مخصوصا کشور غربی برای مدتی میتونن اگر تمام اون ملحوظات که در قرارداد هست اجرا بشه خیالشون راحت باشه. منتها اصل قضیه اینه که جمهوری اسلامی از اینکه بمب سازه فعلا پیشگیری شده، ولی هر وقتی که جمهوری اسلامی بخواد راه گذشتش رو ادامه بده خواهد توانست. یعنی به یک مرحله از دانش رسیده که میتونه در هر زمانی که بخواد در ظرف 1 سال این کار رو انجام بده. کاری که این قرار داد میکنه زمان رو طولانی تر کرده، مثلا از 6 ماه به 1 سال. و خب در ظرف اون 1 سال اینها اگر این بازرسی هایی که استراجبی صحبت میکنه عملی بشه، اینها همیشه میدونن که جمهوری اسلامی مشغول چه کاری هست و میتونن به موقع از اون پیشگیری بکنن. آقای دکتر فاطمی، گفته های دیروز آقای لوران فابیوز وزیر خارجه رو شنیدی؟ به بسیاری از این بدگمانی ها و بدبینی ها پاسخ داده و اطمینان داده است که به هیچ وجه چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. شما موافق هستین با این گفته؟ البته ایشون اطلاعاتشون خیلی بیشتر از منه، چون هم در جریان مذاکرات بودن، هم وزیر خارجه یک مملکت عضو مجمع شورای امنیت سازمان ملل هستن. من نمیتونم روی حرف ایشون اظهار نظری بکنم. شاید من ایرانی ها رو بهتر، جمهوری اسلامی رو بهتر از ایشون بشناسم. البته میدونید که یک کارشناس گفته است که برنده این پرونده جمهوری اسلامی ایران امریکا هست و بازنده عربستان، ترکیه و اسرائیل. نه، من گمون نمی کنم برنده و بازنده وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی مسلمان برنده نیست، به دلیل اینکه اگر شما مقایسه بفرمایید قرارداد سعدآباد رو با این قرارداد، میبینید که ما ایرانی ها چقدر باختیم در عرض این 10 سال. قرارداد سعدآباد گفت غربی ها حاضر بودند در ایران نیروگاه هسته ای بسازند، بهترین تکنولوژی ها در اختیار ایران بگذارند، همه جور کمک فنی بکنند و به ایران کمک بکنن که جزء WTO سازمان بین‌المللی تجارت بشه، یکی از بزرگترین دستاوردها می بود برای ایران و هیچ تحریمی هم وجود نداشت. حالا هیچ کدوم از اونها نیست، تحریم هم ادامه داره و جمهوری اسلامی در این وسط سودی نبرده به طور مسلم. بنابراین من فکر میکنم برای صلح منطقه اگر کسی برنده شده باشه اینه که جنگ اتفاق نیفتاده و فعلا حداقل در عرض این 6 ماه صحبت از راست آزمایی هست، کلمه ای که این روزها اختراع کردن، تا ببینیم نتیجه این راست آزمایی چه خواهد. آقای دکتر، به عنوان پرسش آخر و نتیجه گیری، آیا مردم ایران به آینده خودشون دست کم در زمینه اقتصادی خوشبین باشن یا بدبین؟ مسلما باید خوشبین باشن، برای اینکه جمهوری اسلامی به نظر من لطمات بزرگی به اقتصاد ایران زده. برای اون چیزی که در هر مملکتی سرمایه ملی هست برایش نیروی کارشه، در ایران جمعیت جوان داره و این جمعیت جوان به مملکتش علاقه داره و تحصیل کرده است. الان ما بیش از 5 میلیون جوان در دانشگاه های ایران وجود دارن، با وجود اینکه تعلیماتی که به اونها داده میشه ایدئال نیست، با این همه آینده ایران جوان ها هستن و باید بسیار با آینده ایران خوشبین باشه.